فصل دهم. در شهر قیصریه سروانی به نام کورنیلیوس زندگی می کرد که جزو یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی بود. او مردی بود پرهیزکار و خانواده‌ای خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار می داد. این مرد یک روز در حدود ساعت 3 بعد از ظهر فرشته خدا را به وضوح در رویا دید که پیش او آمده گفت: ای کورنیلیوس. کورنیلیوس با وحشت به او چشم دو و پاسخ داد: خداوندا چه می فرمایی؟ فرشته گفت: بدان که دعاها و همه صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شدند. اکنون افرادی را به یافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر. او نزد شمعون دباغ که خانش در ساحل دریاس مهمان است. همین که فرشته‌ای که با او صحبت می‌کرد ناپدید شد، کورنیلیوس دو نفر از نوکران خود و یک سرباز دیندار را که در خدمت او بود احضار کرد و موضوع را تماماً برای آنها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد. روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پتروس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد، اما در وقتی که برایش غذا آماده می کردند، حالت جذبه‌ای به او دست داد و در آن حال آسمان را گشوده و چیزی مانند یک سفره بزرگ دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین می آمد. در آن انواع چارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدایی به گوشش رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذبح کن و بخور. پتروس در پاسخ گفت: خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم همان صدا آمد که آنچه را خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و سرانجام آن سفره به آسمان برده شد. در همان وقت که پتروس از تفسیر رویای خود درمانده بود و سعی می کرد آن را برای خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان کورنیلیوس جستجو کنان به در خانه شمعون رسیدند و فریاد می زدند و می پرسیدند: آیا شمعون ملقب به پتروس در اینجا مهمان است؟ در حالی که پتروس درباره این رویا تفکر می کرد، روح خدا به او گفت: نگاه کن، چند نفر به سراغ تو آمدند. برخیز پایین برو و از رفتن با ایشان تردید نداشته باش، زیرا من آنها را فرستادم. پتروس پایین رفت و به آنان گفت: من همان کسی هستم که به دنبال او می‌گردید، برای چه آمده اید؟ آنها پاسخ دادند: سروان کورنیلیوس که شخصی نیکوکار و خداترس است و پیش همه یهودیان نیکنام می‌باشد، از فرشته مقدسی دستور یافت که ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد. پس پتروس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی نمود. روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنان همراه بودند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنیلیوس که از خیشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود، چشم به راه ایشان بود. وقتی پتروس می‌خواست داخل خانه شود، کورنیلیوس جلو رفت و پیش او به خاک افتاد. اما پتروس او را از زمین بلند کرد و گفت: برخیز، من هم مانند تو انسانم. سپس به اتفاق صحبت کنان وارد خانه شدند. پتروس در آنجا با عده زیادی روبرو شد و به آنان گفت: این را به خوبی می دانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید، اما خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس یا ناپاک بدانم. پس وقتی دنبال من فرستادی بدون چونه چرا آمدم. تنها سوالی که دارم این است که برای چه دنبال من فرستادید؟ کورنیلیوس در پاسخ گفت:
4 روز پیش درست در همین وقت یعنی ساعت 3 بعد از ظهر من در خانه خود به نماز مشغول بودم که ناگاه مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد و گفت ای کورنلیوس، دعاهایت مستجاب شده و صدقاتی که به فقرا می دهی در پیشگاه خدا منظور شده است. بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را به اینجا دعوت کن. او در خانه شمعون دباغ که در ساحل دریا واقع است مهمان است. پس بیدرنگ این اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف فرمودی به اینجا آمدی. اکنون همه ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا با آن چیزهایی که خداوند به تو دستور داده است گوش دهیم. پس پتروس سخنان خود را شروع کرده گفت من به این حقیقت پی بردم که خدا هیچ تبعیضی قائل نمی شود و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خداست. خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است ابلاغ فرمود. شما خودتان از اتفاق بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی داد با خبر هستید و می دانید همه این چیزها بعد از اعلام تعمید یحیی از جلیل شروع شد. خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مس کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردن رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. ما شاهدان همه آن اعمالی هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد. آنان او را به صلیب می خوب کرده کشتند، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند، اما نه همه قوم اسرائیل، بلکه شاهدانی که خدا قبلاً برگزیده بود او را دیدند، یعنی ما که پس از رستاخیز او با او می‌خوردیم و می‌نوشیدیم. او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. جمیع انبیا به او شهادت می‌دهند که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می‌شود. پتروس هنوز صحبت می‌کرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده شده بود دوچار حیرت شدند، زیرا میشنیدند که به زبانها صحبت میکنند و خدا را تمجید مینمایند. آنگاه پتروس گفت آیا کسی میتواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این است که ایشان هم مانند ما روح القدس را یافته اند. پس دستور داد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روزی پیش ایشان بماند.